بسم الله الرحمن الرحیم نفرت قومی و مذهبی علیه هزارها عامل اصلی کشتار هدفمند این گروه قومی و مذهبی در افغانستان است برای توقف نسل کشی هزارها نیازمند همسوی نخبه های اقوام مختلف برای از بین بردن این تنفر قومی و مذهبی در افغانستان هستیم سلام بر شما وقت بخیر دوستان گرامی امیدوار که صحتمند و حال باشین امروز 8 نوامبر 2023 میلادی است و برابر با 16 اقرب سال 1402 هجری شمسی با مزرد عبده اقرب دیروز بار دیگر هزارها متاسفانه مورد حمله قرار گرفت و بر اثر انفجار که ناشی است ماین مقناطیسی گفته شده است حداقل 50 تن شهید و زخمی شد متاسفانه هدف یک موتر ملیبس بود که مملو از مسافر بود در کنار این موتر ملی بس موترهایی که از اطرافشان میگذاشتن، حتی آبران و کسانی که در موتر سایکل و بایسکل سوار بودن هم آسیب دیدن در یک ماه گذشته این سومین حمله بر هزارها تنها در غرب کابل بود ضمن که ما شاهد یک حمله مرگبار بر مسجد شعیان و هزارها در ولایت بغلان بودیم که تلفات بسیار سنگینی بر جا گذاشت متاسفانه ماشین کشتار هزارها هرگز در این طول سالها و دهه خاموش نشده است هر حکومتی آمد و یا هر نظامی آمد یا هر حالتی که بالاخره آمد این ماشین نه تنها که خاموش نشد بلکه با روش‌های های مختلف متاسفانه حتی تقویت شد آمیلون رو گاهی میگه که تالیب هست شما حتما دیدین در طول تاریخ اگر بخونین گاهی میگم طالب هست گاهی میگم عبدالرحمن است گاهی میگم فلانی شاه است گاهی میگم فلانی است گاهی گروه تروریستی مثل دایش است گاهی یکی است گاهی یکی دیگر است اما وقتی گروه ها و نظام‌ها از بین میره ما باز هم میبینیم که این کشتار هزاره ها ادامه دارن پس اینجا تنها عامل عبدالرحمن یا داعش یا طالب یا یک گروه تروریستی دیگه نیست وقتی که گروه ها از بین میره و این ماشین همیشه وقت روشن هست و با شخصی من این ناشی از تنفر قومی و مذهبی هست که متاسفانه علیه هزاره ها در افغانستان وجود داره و این یک واقعیت بسیار تلخ است که این تنفر قومی گاهی از سوی حاکمان گاهی از, سیاست، گاهی از سوی سیاست مدران و جیریان ها و بازیگران منطقی و داخلی خلق میشه و با سوی استفاده و بیخیردی ایده متاسفانه در افغانستان این افراد به هدف خود میرسه و تنفر قومی را هم رواج و رونق میده. تنفر قومی یا نفرت قومی یا تنفر نژادی یا تنش نژادی به احساسات با عملهای و عملهای تعصب و پیشداوری و خصومت نسبت به گروه قومی و مذهبی در سطوح مختلف اشاره در ما گفته میشه آنطور که من قبلا هم اشاره کردم نفرت قومی اغلب از سوی بعضی از رهبران سیاسی مورد سوء استفاده قرار گرفته است و حتی توسط برخی از رهبران سیاسی به کار گرفته می شود تا دستوری کار خود را در راستای تحکیم حکومت خود، ثروت خود، جایداد خود و یا کسب رای به پیش ببرند و خواستار یک مبارزه متحد علیه یک دشمن مشترک حالا می واقعی باشه یا خیالی شوند و گفته خودشان یک شعار هست دقیقا چیزی که ما می بگیم همین است موضوعی که در انتخابات ها متاسفانه شما دوستان گرامی در, در این بیست سال گذشته در افغانستان شاهد بودین که بیشتر دامن زده میشد مثلا عبدالرحمن از انتخابات ها اگر بگذاریم که شما پیش چشم خود دیدین بیم از عبدالرحمن خان شروع بکنیم او برای اینکه در قدرت بماند و هزارها که عدالت میخواستن و در حکومت عبدالرحمن عدالت نبود عبدالرحمن میخواست قوم سرکوب بکند. چه کار کرد؟ با استفاده از چند مولا و مولوی آمد و شعار داد که هزارها و شیعان کافر هستند. بکشید. کشته شدین شما شهید هستین و غازی هستین اگر زنده مدن اونها را کشتین شما هر چی که بعدی سورده ناموال و دارایی و زمینش مال شما است. از جمله زن و فرزندشان. با این می فتوای دور از انسانیت و اسلامیت و با عمل پست را که عبدالرحمن خان انجام داد میلیون ها نفر را تشنه خون هزارها و ها کرد. و این گناه متاسفانه دیدیم که سرزمین های اینا غصب شد و خودشان متاسفانه آواره شدن کشته شدن و یک جمعیت بزرگی از هزارها از بین رفتن تنها عبدالرحمن نیست بلکه در افغانستان ما قبلا هم که کردیم موضوع انتخابات را سیاست مداران و بازیگران برای رسیدن به هدف خود همیشه وقت دنبال نفرت های قومی بوده و خلق کرده است متاسفانه هزارها بیشتر از دیگر گروه قومی قربانی سیاست های کثیف شده است حالا شما در شبکه های اجتماعی حتی نگاه بکنید بین داریم کومنت های من نگاه بکنید جوان که حتی برخ خواندن و نوشتن بلد نیستن میان و میگن که هزارها کافر است شایان رو بکشید یک نفر همین تازگی در اروپا آمده که ویدیوی سبت کرد در آلمان بود یک جنجال برای خودش هم جور کرده تا این تنها مختص به بی سواد و کم سوادها هم نیستن تحلیل کرده هم هستن که متأسفانه به با همین باور هستند خطرناکتر از همه که یک تعداد مولا و مولوی میگیره خودشان رو به ایشوار سر میتن به امید تازه که طالبا که یک مولوی هستن ازش اعضای طالبا پرسان کرده بود که ما در بامیان زندگی میکنیم و اینجا از قصابه ها گشت میگیره و اونجا این گوزفندا و حیوانات توسط شیعان زبع میشه چیکار کنیم؟ اون میگه که نه خوره نور نجیز هستن با همین ادبیات شما تصور بکنید که در افغانستان یک کودک با اینمی و با اینمی تفکر بزرگ میشه مکتب میره دانشگاه میره هنوز همین تفکر پیشون هست و اینمی تفکر سبب میشه که اینمی آدم بیای خودش را انتحاری بسازه خودش را بیتر خانه جان خود بگذره چند نفر با خود خون بکشانه که چی هزاره کافر هست، ما برون بهشت این نفرت قومی این گونه در طول تاریخ متاسفانه دامن زده شده و این نفرت قومی علیه هزاره ها متاسفانه و بلندترین سطحش اگر بخوایم جلوی نسل کوشی هزاره ها رو بگیریم یک موضوع مهم اینی مورد هست این اولین بار نیست که من در کلیب خود اشاره میکنم زمانی که در بیسو کشور هزار ها داشت زمانی که در میدان وردک جریان داشت زمانی که در دشت برچی برها تکرار شد زمانی که چند پیش در اورزگان امی موضوع تکرار شد ما در کلیب های خود به این موضوع اشاره کردم و باز هم میگم ما نیازمندی همسوی نخبگان اقوام هستیم مشخصا جوانان پشتون مشخصا نخبگان پشتون ما چند پیش هم یک بار خودم گفت میگور حتی از زبان آقای دکتر احمدی نوشته شده به گرفتم که شاید اونا با ادبیات متفاوت تر گفته خوبتر باشه و باز هم میگم میره خیلی های دیگه هم متوجه هستم که هر از گاهی در این وقت هم میگن و یک واقعیت هستن ما نیازمندی همسوی نخبگان پشتون هستیم این تنفر قومی و مذهبی علیه هزارها در افغانستان واقعا بسیار گسترده است و وجود داره مشخصا در بین اقوام پشتون و ما امیدوار هستیم که اینا در این زمینه باید نخبگانشان کار بکنه این تنفر خومی و مذهبی که علیه ما مردم وجود داره باید جلبش گرفته شود مشخصا در اینجا اگر بگم علمای دین نقش بارستر را ایفا بکنه با توجه به جامعه افغانستان جامعه به سنتی مردم کم سواد و یا بی سوادی که حرف ملار را حرف خدا میپندارن و بارها از سوی همین علمایی که خودشان مورد سوء استفاده قرار گرفته یا خودشان با استفاده از احساسات مردم سوء استفاده از احساساتشان احساسات به خاطر اما زراندازی و زراندازی خودشان علی هزارها فتوا سر دادن اینا رو به باور رسانده و حالا از طرف مقابل هم بلکس هم باید افراد ملاهای هستن که واقعات ها رو باید بگن باید به مردم بگه که گپایی که گفته شدن دروغ است اینا کسانی بودن که شما استفاده کردن باید این تبلیغ شود و یک نیاز بسیار بسیار واقعی است که بتنم ما را واقعا به مرحله برسانه که بگیم جلوی نسل کشه هزارها گرفته شود و این ماشین این ماشین کشتار هزارها خاموش و متوقف و یا حد سرعتش آهسته شود موضوع بسیار مهم از دید ما همی هست ما امیدار که شما هم اگر نظر داشته باشین دوستان گرامی نظرات را با ما شریک کنید ولی ما باسم صدا میکنم به نخبگان و قلم بدستان جامعه هوزبک پشتون تاجیک در این زمینه کار بکنین با ما همراه باشین و از جوانان هزاره هم میخوایم و شیعه میخوایم که اگر یک فردی آمد به شما یک موضوعی رو بایان کرد شما هم اگر حرف داشتین در برابرشان حرفتون منطقی باشه ما شخصا موافق دو دشنام ها نیست و میبینم گاهی وقتی اگر جوانان ما هم کنترل خود از دیست میتره احساسات خود نمیتونه کنترل بکنه و دو دشنام های نسبت برخفرات که درست نیست و در هر حالتش باید دست به با دست هم بدیم و جلو این فاجعه را بگیریم. از توجه و همراهتان جهان سپاس تا درود دیگر بدرود.